امروز میخوام در رابطه با هایفو و مینی هایفو باهاتون صحبت کنم. مینی هایفوی که تو خونه میتونید استفاده کنید، توی سالن های زیبایی، نه اون دستگاه های بزرگ کلینیکال. بریم با هم ببینیم. هایفو یا امواج متمرکز شده فراصوت به این صورت عمل میکنه، مثل ذره‌بینی که روی کاغذ میگرفتیم که بسوزه، دقیقاً مثل همونه. زمانی که ما ذره‌بین رو میگرفتیم، اگه دستمون رو اینجا نگه می‌داشتیم و فاصله اون کانونی جایی که متمرکز می‌شد اینجا بود، اگه دستمون اینجا می‌گرفتیم دستمون نمی‌سوخت، ولی اگه دستمون رو دقیقاً تو همون نقطه می‌گرفتیم می‌سوخت. خب این دقیقاً مثل هایفوه. زمانی که هایفو رو روی سطح پوست می‌ذاریم و شات می‌زنیم، هیچ اتفاقی روی سطح پوست نمی‌افته، ولی در اصل زیر سطح پوسته که اون امواج فراصوت متمرکز شده باعث میشن که پوست رو بسوزونه. دقیقاً پوست جمع میشه و از زیر پوست لیفت میشه. برای همین وقتی هایفو رو توی کلینیک انجام میدین، تو یک جلسه پوست قشنگ لیفت میشه، ولی خب ماندگاری زیادی نداره. ولی خب مینی هایفو یه مزیتی داره نسبت به هایفو کلینیکال، اینه که شما به مرور اون نتیجه لیفت رو میگیرین، نه نتیجه ماندگارتر میشه نسبت به خود هایفوی که توی یک جلسه انجام میدن. حالا میخوایم بریم ببینیم که دستگاه هایفو چجوریه و فرقش با مدل‌های دیگه چیه. این مدل دستگاه، دستگاه مینی هایفو قدیمیه که از اول، یعنی اولین مدلی که توی بازار اومد همین مدل ها بود که دقیقاً اون امواج هایفو و عارفش روی سری به صورت جداگونه بود که ما وقتی روی صورت میذاشتیم به صورت شات شات میزد، یعنی یه دونه میذاشتیم کلیک میکردیم یه شات میزد دوباره نقطه بعدی. ولی تو مدل جدیدش که الان میخوام بهتون نشون بدم یه مقدار تفاوت وجود داره و خیلی بهتر شده، یه مقدار سخت باز میشه. این دستگاه مینی هایفو جدیده که به این صورت RF و هایفوش کنار هم دیگه و کوچکتر شده. یه چند تا چیز دیگه به چشم میاد توی جعبه که الان می‌خواستیم آنباکسینگ کنیم، گفتم ولی یه مقدار توضیحات بیشترم خدمتتون بدم. این سریایی که می‌بینید، سری سفید برای روی دستگاهی که اگه زمانی خراب شد اینا به عنوان زاپاس توی بسته‌بندیتون هست. یه دونه سرنگ هم هست، ما تو کار هایفو تزریق نداریم، این برای خود دستگاهه. هایفو از این نقطه که میبینید اگر زمانی شات نزنه، و تستش رو بهتون نشون میدم به چه صورته که ببینید دستگاه کار میکنه یا نه، اگر زمانی شات نزنه اون میزان آبی که داخل خود دستگاهه کم شده، یعنی به اون حد نصاب نرسیده. پس شما یه مقدار اینو آب میکنید، اینو باز میکنید، با سرنگ پرش میکنید که به اون حد نصاب برسه و درشو میبندیم و دیگه دستگاه آماده استفاده است. مورد دیگه ای که خیلی کاربردی بوده توی این دستگاه اینه که هایفو و RFش رو به صورت جداگانه شما میتونید فعالش کنید، که البته خب خیلی بهتره که شما هر دو رو با هم استفاده بکنید. یه مورد دیگه هم هست، اینه که ما دو تا گزینه 3.5 و 4.5 داریم. جایی که پوست خیلی زخیم تره مثل نواحی گونه، شما رو 4.5 میذاریم، بقیه نواحی رو رو 3 میذاریم. مورد دیگه که خیلی مهمه توی استفاده از مینی هایفو و هایفو اینه که روی این نواحی گردن، سیب آدم و شقیقه و زیر چشم رو نباید استفاده بکنید. بقیه نواحی هیچ مشکلی و ایرادی نداره. خب آداپتور رو میزنیم تو برق و به دستگاه میزنیم، دستگاه روشن میشه، آماده استفاده است. ما اینجا چند تا درجه داریم، درجه پایین، متوسط و خیلی زیاد، که اینجا میتونیم تنظیم کنیم هم برای هایفوش هم برای عارف. خوبی این که میگم اینه، زمانی که مثلا تو مینی هایفو قدیمی شما 3 تا درجه داشتین، ولی هم عارف زیاد میشد هم هایفو، یعنی اگه کسی، چون عارف به این صورته که رو بعضی از پوستا یه درجه بالا نمیتونن تحمل کنن، ولی خب هایفو مشکلی نداره. برای همین مثلا بعضی پوستایی که عارف رو بهش حساسیت نشون میده، یه مقدار اذیتشون میکنه، عارف رو میذاریم رو درجه کم، هایفوشو رو درجه زیاد. این یکی دیگه از مزیت‌های این مدل دستگاه جدید. خب زمانی که می‌خوام شروع کنیم، حالا تستشو بهتون نشون میدم که خیلی جالبه. ما خودمون با دستگاه هایفو جدای VCD رو پیشنهاد میدیم که به این صورته، خیلی هم خاصیت داره، یعنی خودشو خالی هم برای پوست استفاده کنیم خیلی خاصیت داره. ما ژل روی دستگاه میزنیم، اینو میذاریم روش و استارت رو میزنیم.
الان اومدیم براتون تست کنیم، دیدیم که همونطوری که گفتم میزان آبش کم بود و نشد نشون بدیم. الان خودمون دیگه گفتم بهتره، حداقل اینش هم نشونتون میدم. این قسمت با ناخون باید آروم درش بیاریم، یه مقدار سخته. اینو به صورت سیلیکونیه، اینو در میارین. از این قسمت ما باید آب اضافه بکنیم تا جایی که پر بشه، حالت لبریز پیدا کنه. میزانش کافیه، این در حدی که الان من اینو فشار بدم داخل، یه ذره دوباره آب میریزه بیرون چون پره پرش کرده. اینو فشار میدین کامل و دستگاه آماده استفاده است. حالا ما ژل رو میریزیم، استارت. اوه اوه دیدین چی شد؟ یعنی حتی خود ژل هم قشنگ پرتاب میکنه. من سری قبلی که گذاشتم اصلا خیلی کم، برای همین خیلی بهتره قبل از این که شما بخواین کاری بکنین یه تست اینطوری بگیرین از دستگاه. حالا میخوام اینو بهتون نشون بدم، الان این حرارت داره به صورت فوکوس شده، لیوان هیچ اتفاقی براش نمیفته، فقط از روی سطح آبه که میبینید الان چه اتفاقی میفته. میبینید چه اتفاقی افتاد؟ همین اتفاق زیر پوست میفته. خیلی دیگه خیس شدم، میخواستم قشنگ متوجه بشین که مینی آیفون چه کاری انجام میده. قشنگ اون امواج رو انتقال میده به سطح آب. کاشی میخواستم چیزم بهتون نشون بدم، فرق اون دوتا درجه رو که گفتم یه دونه عمق 3.5 داریم، یه دونه 4.5. یه ذره آب اضافه میکنم، خب الان میخوام فرق دوتا درجه رو بهتون نشون بدم که گفتم یه درجه 3 داره، یه درجه 4.5. آبم یه مقدار بیشتر ریختم برای اینکه ما نشون بدیم رو نواحی عمیق‌تر چه اتفاق میفته. الان رو درجه 3 بذارم به این صورته، درجه رو که ببرم 4.5 میبینید اون پرتاب خیلی بیشتر شد، اون امواج خیلی بیشتر میشه. خب اینم از مینی هایفو. روش استفادهش هم شما ژل رو صورتتون میزنید، استارت رو میزنید و شروع میکنین. از اینجا شروع میکنین آروم آروم میایین به سمت بالا، ردیف بعدی، ردیف بعدی، مثل بیشتر روش های زیبایی دیگه. خب اینم از مینی هایفو، امیدوارم که توضیحاتم کامل بوده باشه. اگر با سوالی داشتین این زیر بپرسین. یه مورد دیگه هم این که بالا قبل از اینکه خودتون بپرسین، میدونم چون همه میپرسن خب ما چند وقت یک بار این کار رو انجام بدیم، مینی هایفو مثل خود هایفو کلینیکال نیست که بگن 6 ماه یک بار، سالی یک بار استفاده کنید. این محدودیتی نداره توی استفاده، به همین خاطر هم است که میگم تعداد دفعات بیشتر باعث میشه ماندگاری بیشتری رو شما داشته باشید. پس شما میتونید هفته ای دو بار، دو هفته یک بار، هفته یک بار، میگم محدودیتی نداره، از این دستگاه استفاده کنید ولی جزء روتینتون قرار بدین. اگر سالن های زیبایی میخوان استفاده کنن، سالن ها میتونن از این دستگاه استفاده کنن، توی پکیجاشون بیارن در کنار روش های دیگه به عنوان مکمل، تاثیر خیلی خوبی میذاره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خرید مطمئن و آسان از وبسایت رابطه.